در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو، چون جمعه شبهای پیشین در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی به ایران و مردم ایران مربوط می شود. گسترش دامنه فساد در جمهوری اسلامی، پرونده 400 میلیون دلاری تازه از حیف و میل بیت المال مردم ایران. آنچه که در منطقه در ارتباط با جمهوری اسلامی می گذرد، در عراق و سوریه و دیگر کشورهای منطقه، روند مذاکرات اتمی به کجا رسیده و آیا طرفین توانستند اعتمادی یکدیگر را جلب کنند، یا مجازات‌های اقتصادی، تحریم‌های بیشتری برای ایران در راه است، برای حکومت ایران برنامه اتمی ایران که اثرات بلافاصله‌ای بر سفره مردم ایران خواهد داشت، و پیامدهای انتخابات در آمریکا، انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا که باعث گردید سنای آمریکا بار دیگر اکثریت رو از آن حزب جمهوری خواه داشته باشه. کنگره آمریکا مرکب از مجلس نمایندگان و سنا در دست جمهوری خواهان خواهد بود. پرزیدنت اوباما در این شرایط چه خواهد کرد؟ و در شرایطی که نامه محرمانه او با آیت الله خامنه ای فاش شده است. با من و شما هستند در لس آنجلس کالیفرنیا آقای علیرضا نوری زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده عزیز در کالیفرنیا سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا همینطور سلام به شما در هوای ابری واشنگتن. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های چالنگی، های دکتر نوریزاده عزیز، و بودن آقای نوریزاده رو در امریکا باید خوش آمد گفت، اگرچه از بالا سر ما فقط ایشون رد شدن و رفتن. خب آقای نوریزاده، ببینیم فساد مالی در جمهوری اسلامی دیگه خب ابعاد کم سابقه، یعنی بی سابقه نمیدونم چه باید گفت، به این پیدا کرده دیگه. 400 میلیون دلار مثل یه پول خورده به حساب میاد، چون پرونده‌های میلیاردی به فراموشی سپرده شد. بله کاملا درسته، 400 میلیون دلار دیگه مال این بچه‌ها آقازاده‌های دم دسته، ولی خب رقم ها دیگه به قول شما گفت به 1 میلیارد نرسه، مثل که آدم خجالت میکشه راجبه صحبت بکنه. ببینید آقای چالنگی، وقتی اساس و بنیان بر فریب و دروغ و فساد بود، به همین جا میرسیم. یه نکته دیگه هم به نظر من خیلی مهمه که بهش توجه کنیم. برخلاف تمام این تلاشایی که رژیم میکنه نشون بده یه رژیم با ثبات و قدرتمنده، همین دزدی ها نشان دهنده عدم اعتماد رژیم به فرداشه. هر که در درون حاکمیت هست به دنبال چاپیدنه. شما اگر ایمان داشته باشید به بقای خودتون، دزدی نمی کنیم. یه نکته رو بگم درباره مرحوم هویدا.
من از ایشون توی زندان سوال کردم، اون دفعه که بازداشت شد اول، من ازشون سوال کردم آقای هویدا راجب شما، راجب مسائل فساد غیره میگن. بابا جان من تا زمانی که نخست وزیر بودم تو نخست وزیری میخوابیدم، حقوقم هم کافی بود، از سرم هم زیاد بود. بعدم که وزیر دربار شدم همینطور. بعدم من همیشه میگم وقتی بازنشسته بشم حقوق بازنشستگی نخست وزیری رو به من بدم برای هفت پشتم بسته. و برای چی من دزدی کنم؟ برای چی؟ او چنین برداشت و تصوری داشت چون خود رو نخست وزیر یک رژیم باثبات میدونست، بعدم نیازی به دزدی نداشت. آخه دزدی برای چی؟ ولی یه مش آدمای تازه به دوران رسیده و آدمای بی فرهنگ طبیعتا دزدی میشه اهم اهدافش. بدزدم برای اینکه فردا مبادا در بمونم، دوباره مثل دوران شاگرد دوچرخه سازی و شاگرد عبافروشی و سهام فروشی بشم. پس الان باید بدزدم تا میتونم. اینه که اینا در دو چیز حریصن، یکی که برای خودشون مدرک تحصیلی درست کنن، همینجوری صادر میشه دیگه، دیپلم است طرف از هندوستان براش دکترا میاد، و دومی که بدزدن، اینقدر بدزدن که فکر کنن ده پشت دیگه شون هم راحته، چون حکومت خود رو حکومت جائر و حکومتی میدونن که دوام نخواهد داشت. مرحوم هویدا از جمله در دادگاهش، دادگاه بعد از انقلابش، برای بینندگان میگم این صحبت رو هم کرد که من روزی که اومدم کبریت همین یک رال بود، امروز هم همچنان همین یک راله، یعنی حرفی به همین مفهوم زده، گرانی راجب ارزانی یا گران نشدن اجناس. آقای سازگار همینطوره، علتش بیعتمادی هم هست، این دزدی ها و این چپاول ها هر چه اسمش هست. بله قطعا این شعار روز بسیاری از این حضرات دستندرکاره که بار تو ببند و فرار کن در واقع، و دومگابی که دست هر کدومشون میفته سعی میکنند که تا اونجایی که میتونند بچاپن و برای خودشون و اعوان انصارشون بگذارن. حالا شما و آقای نوریزاده مزاح کردید که 400 میلیون دلار دیگه به نظر به چشم نمیاد، ولی باور کنید 400 میلیون دلار پول در هر کجای دنیا پول زیادی است که آقای حسینی نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع گفته گرفته کسی در مرتبط با آقای رحیم مشایی و بابک زنجانی و در نتیجه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور آقای خامنه ای و قطعات هواپیما بیاره، و بعد نه قطعی وارد کشور شده و نه پولی برگشته به کشور، و ایشون گفته ده ها مورد اینجوری ما بهش برخورد کردیم. ببینید 400 میلیون دلار پول امروز میشه حدود 1200 میلیارد تومان. من فقط یک قلم بگم، کارگران کارخانه گیلانا که الان 16 ماه در اعتصابند و از زور بیپولی، ببخشید 16 ماه حقوق نگرفتند و از زور بیپولی زیتونای کارخونه رو تو محوطه کارخونه جمع شدن، کارگرها فروختن، نساجی مازندران، ده ها شرکت دیگر رو من میتونم اسم بیارم که کارگران 5 ماه، 6 ماه، 10 ماه، 40 ماه حقوق نگرفتن و کل مطالباتشون 3 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان فوقش هست، و خودشون و زن و بچهشون گرسنه هستن. یعنی ابعاد این فساد بزرگ جالبم هست. واکنش آقای خامنه ای این است که کش ندین و صداشو در نیارین، و رئیس قوه قضاییه ایشون آقای صادق لاریجانی هم دستور داده که اگر بزرگ نمایی بکنند دادستانی احضار بکنه، و حتی یک نماینده مجلس رو احضار کردن که حرف خوبی هم این نماینده زده بود، گفته بود انقدر این فسادها بزرگه که احتیاج به بزرگ نمایی نداره، فقط کافیست راجبش حرف زده بشه. و بنابراین این فساد که واقعا در تاریخ ایران بی نظیره، از نظر من به عنوان یک دانش آموخته تاریخ عرض میکنم، نه در تاریخ معاصر ما بلکه شاید در تاریخ قدیمی تر هم ما بریم، این مقدار فسادی که در حکومت لانه کرده بی نظیره
و ریشش رو هم غیر از بیعتمادی حضرات و اینی که بارشون رو ببندن برن، باید در بیقانونی دولت سالار بودن اقتصاد، تمرکز قدرت و ثروت در دستان یک نفر به نام ولایت فقیه و سرکوب کردن هر مخالف و منتقدی باید جستجو کرد. به کارگرانی که حقوق نگرفتن، کارگران نورد لوله و نورد صفا را هم اضافه کنیم در فهرست بسیار دیگه از کارگران که ماها حقوق نگرفتن. من با نوری‌زاده شرکت مزاح کردیم، میگه کارم از گریه گذشته است، بدان میخندم آقای نوری‌زاده. و من یک حسابی کردم با این مبلغ، با یک هشتم این مبلغ، یعنی با حدود 50 میلیون دلار این میشه برای تمام معلولان جنگی که آمارشون رو بر اساس آمار دولتی من داشتم، دست و پاهایی اونایی که نیاز دارن، پیشرفته ترین دست و پاها رو خرید برای معلولان جنگی از بهترین جاهای دنیا، همون دست و پاهایی که باش حتی در المپیک هم شرکت کردن، در مسابقات المپیک، پیشرفته ترین، بهترین، برای جوانان نازنینی که در جنگ ناقص شدن، معلول شدن، با یک هشتم 50 میلیون دلار برای همه اونا. این یک قلم از مصرف چون این پولی. اما آقای نوری‌زاده اشاره کردی به عدم اعتماد به آینده و بحث بعد از خامنه‌ای هم در میون مسئولان جمهوری اسلامی پشت پرده در جریان هست، نشونه‌هاش در رسانه‌ها اومده. آیا یک علتش هم همین نیست که سرعت پیدا کرده این چپاول‌ها، بی‌اعتمادی به بعد از خامنه‌ای رفتن؟ بله، ببینید، دوران آقای احمدی نژاد در واقع غارت و چپاول حالت رسمیت پیدا کرد و جزئی از افعال و اعمال دولت و وابستگان شد و الان هم در دولت آقای روحانی این ماجرا ادامه داره در یک اشل دیگری، برای اینکه همچنان مافیای سپاه مسلط بر معاملات خارجی به ویژه. و بعد وضع آقای خامنه‌ای که کنترل نداره، آقای خامنه‌ای فقط هارت و هورت میکنه، ولی در عمل قدرت دست آقای خامنه‌ای نیست، قدرت دست سپاه اطلاعات سپاه و یک قادر محدودی در درون بیت و خانه آقای خامنه‌ای. البته یه سهمی هم به آقای مجتبی دادن از قدرت. بنابراین درسته، خیلی ها الان میگن سید که سرشو بذاره زمین، هر کی بیاد گریبان ما رو میگیره، پس بچابیم که خلاصه موجب پشیمانی نشه تأخیر. و اینه که الان شاهد هستیم، به خصوص با توجه به بعضی از تسهیلاتی که ایجاد شده، مثلا در صنایع هواپیمایی و خریدن تجهیزات برای هواپیمای غیر نظامی مسافربری، الان ما خودمون شاهدیم ده‌ها گروه و دار و دسته و آدم را افتادن به اسم خرید تجهیزات هوایی. و این است که دزدی ها ابعادش وسیع تر شده. آقای چالنگی، من یه چیزی به شما بگم، این چیزی که آدم دردناکه براش، الان اشاره کردید شما به معلولین جنگ، این نظام چی بگویم، نظامی که یک ذره انسانیت و اون ضمیرش رو اصلا فراموش کرده، شمار زیادی از این بچه های معلول همینجوری در غربت و گوش و کنار میمیرن. عده‌شون رو من باشون تماس داشتم، مجروح شیمیایی بودن، چه زجری میکشیدن، هر هفته باید به بقیت الله اعظم میرفتن یه سری دوا رو میگرفتن یا تحت آزمایشه قرار میگرفتن و تعداد اینا روز به روز داره کمتر میشه. رژیم اصلا به فکر اینا هم نیست، اصلا اسمش بنیاد جانبازان، ولی این بنیاد فقط در خدمت قدرت و بیت مبارک و رهبری برای چاپیدن و ریختن تو دامن حسن نصرالله و حماس و جهاد اسلامی و تروریستای عراقی و غیر است. بسیار برای فرزندان دلیل ایران که رفتن جان و جهانشون رو گذاشتن، شماری که شهید شدن و شماری معلول، بسیار برای اینا متاسفم. با کمتر از این پولی که دزدیده شده میشه تمام معلولان شیمیایی رو در بهترین جاهای دنیا معالجه کرد. بله، کاملا کاملا. یک گوشه ای من از صحبتهای خانم نرگس محمدی رو میشنویم راجع به همین فساد مالی، باز خواهیم کرد.
مال ملت را به تاراج بردن. اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارن، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ خب آقای سازگارو، میبینید خانم نرگس محمدی هم در سالگرد قتل ستار بهشتی به مسئله فساد اشاره میکنه. سوال بسیار جالبی رو مطرح میکنه. این ناهیان از منکر کجا هستن؟ بیان این هم مگر فساد نیست؟ مگه گفته نمیشه امام اول شیعیان میگفت در قلمرو من اگر خلخالی از پای زن یهودی کنده بشه من خوابم نمیبره، یا یتیمی سر گرسنه بر بالین بگذاره؟ پس این نایان منکر فقط برای پاشیدن اسید هستن؟ برای چی هستن؟ کجا هستن؟ حالا بقیه هیچ؟ آیا به فکر همین معلولان جنگی نیستن که پول اینها رو به جیب این اون میره، از جمله مشایع و بقیه؟ ظاهران های چالنگه، اون حرفایی که سر منابر میزدن آقایون فقط سر منابر بود، و اینی که امام اول شیعیان حتی در چراغ بیت المال با برادرش که حرف میزد خاموش میکرد، اون یکی چراغ رو روشن میکرد، یا آهن گداخته بهش نزدیک میکرد که از من پول از بیت المال میخوای، یا به فرماندار بصرهش مینوشت که تو شنیدم خورش های رنگین میخوری و امثال هم، اینها ظاهرا فقط برای سر اون منابر هست. برای اینکه آقایون الان که دستشون به قدرت رسیده همشون الحمدلله اعوان و انصاری دارند که از پسر و داماد و خواهرزاده و برادرزاده و رئیس دفتر و دوربری هایی که به اسمای مختلف از شرکت و تعاونی و بنیاد و غیره دست روی ده ها مؤسسه کشور گذاشتن، بهترین کارخانجات کشور رو تصاحب کردن، و در رأس این چپاول اموال عمومی از نظر من شخص آقای خامنه ای قرار داره که فقط در یک مؤسسه زیر نظرش ایشون 95 میلیارد دلار از ثروت عمومی رو کنترل کرده، در اختیار گرفته و به هیچ کس هم جواب نمیدند. از هر نظارتی بیرونن سهل است، از مالیات هم معاف شدن که حتی وزارت دارایی هم نتونه سراغشون بره مبادا بداند که اینها چه کثافتکاری میکنن. و اون زیر هم آقای چالنگی، اینا همشون به هم ارتباط هم دارن، یعنی سپاه با چندین هزار شرکت و اعوان و انصاری که برای خودشون آدمکش دارن، زندان دارن، این گروه های مافیایی رقیب رو میکشن، سربنیست میکنن، تو زندان میندازن و غیره، و اینها بسیج همینطور، ارتش یه بخشیش رفته وارد این کارها شده، نیروی انتظامی، روحانیون مختلفی از آقای مکارم و غیره و غیره، و در رأسش هم شخص آقای خامنه ای. و جالبه که شما وقتی میرین تو این شبکه گسترده فساد میبینید که از زیر هم چقدر اینها به همدیگه شرکت های مشترک، سرمایه گذاری های مشترک و در غارت اموال عمومی دست مشترکی دارن، و بانک هایی که مثل قارچ سبز شده در واقع فقط دکان دزدیست، و میلیاردها پول مردم که آماج از 75 هزار میلیارد تومان تا 100 خورده هزار میلیارد تومان ذکر شده، پول بانک ها که پول مردمه که افراد معدودی گرفتند خوردند و پس ندادند، بزرگترین دزدی تاریخ بدونش. و ببینید در این چنین شبکه گسترده از فساد، اشاره به بعد از آقای خامنه ای کردید شما، آقای خامنه ای و ساختار ولایت فقیه و نظام ولایت فقیه به گونه ای شده در اون مملکت، و نوع مدیریت آقای خامنه ای قوز بالای قوز این ساختار معیوب، که ادامه حاکمیت ایشون روز به روز کشور رو بیشتر در کام بحران میبره، در بحران بین المللی، بحران منطقه‌ای، بحران داخلی، مشکلات مختلف، و مرگ ایشون هم کشور رو با
با صحنه هولناک یک بحران و زد و خورد و آشفتگی بزرگ مواجه میکنیم. یعنی ممکنه و ممکنم هست نه؟ ممکنم هست نه البته، ولی ببینید وقتی آدم نگاه میکنه، من داستانهای متعددی این روزا از دوستان قدیمی که سلامتی هم داشتن توی تجارت و کارخونه داری و اینا بودن و الان گذاشتن کنار رفتن یه گوشه نشستن، میشنوم که چگونه در واقع باندهای مختلفی به وجود اومده، مثل روسیه بعد از سقوط کمونیستا، بدتر از اون، آشفته تر از اون، مافیایی، که هر کدومشون هم یه بخش از قدرت سیاسی دارن و چقدر راحت اینا میتونن به جون همدیگه بیفتن. اما این نکته ایست که الان مطرح خواهیم کرد، چون پرسش من از آقای نوری‌زاده هم خواهد بود، اما پیش از اون آقای نوری‌زاده در تاریخ شیعه آبروی این عقیل بیچاره رو بردن، از برادرش تقاضای مالی کرد بشم داده نشد، قصدش هم سوزوندن. شاید نمونه و نشونه ایست از امر به معروف یا هرچی که هست، یه درهم چند دینار نمیدن به دلار چقدر میشد اون موقع یا هر چقدر که هست به ریال امروز ایران، اما 400 میلیون دلار جلو چشم نایان از منکر رو برده میشه. ولی خب کو بله، به هر حال بنیاد مولا صدرا اخویشون مشغولن، آقای محمد آقا، آقای آقا هادی ماشاءالله تنیسشون رو در باشگاه تاج انجام میدن هر روز و زندگی مجللی دارن و خانه و بساطی، و گفتم اشاره به زمین تاج کردم، بد نیست یادش کنیم که چندی اخیرا دیدم که سالگرد 72 سال مثل که تأسیس تجهیزات تاج بود، که باید اینجا تبریکی هم به بچه های تاج و استقلال و تیمسار خسروانی گفت. به هر حال آقای علی زمانه ما با عقیل هایی که دوره ورشن نه تنها دستشون رو داغ نمی کنه، بلکه یه ایوالا هم بهشون میگه در سرقت و دزدی و در کاره، که اون یکی عقبیشون هم حسن آقا هم که در شرکت نفت مسئول قراردادان، ماشاءالله این مال اخوانشون. بله، داماد های محترم هم که جور دیگه مشغولن. خلاصه علی زمانه واقعا کاری کرد که مردم افسوس بخورن که ای کاش چنین چیزی نمیشد و چنین مناظری رو شاهد نبودن. آقای نوری‌زاده اشاره کرد آقای سازگارا به بعد از خامنه ای، من گفتم چنین ممکنه باشه، من چنین ممکنم هست نه، در این که این باندها هیچ کدوم همه قدرت رو ندارن تردیدی نیست و همه تلاش خواهند کرد برای تصاحب همه قدرت پس از خامنه ای، و به قول آقای بازرگان این قوای ولایت فقیه هم شاید فقط مناسب قد و قامت آقای خمینی بود که از اعتبار اینا رو پشت سر خودش داشت. یک نهاد مستمری نیست ولایت فقیه در ایران و جامعه ایران به هر حال. امیدوارم چنین باشه. بله، اما این احتمال هم وجود داره در کشوری مثل ایران، از میان همه این احتمالات نگران کننده که جریانی هم به فکر آینده ایران، وضعیت ایران باشه و بتونه قدرت رو تصاحب کنه در پس چرا از نه؟ ببینید ما به صورت جنرال حکم صادر نمی کنیم، یعنی بنده هرگز نمیگم همه سپاه بده، همه نمیدونم دستگاه اطلاعاتی همشون جنایتکارن، نه، همه آدم هایی که در درون دولت هستن آدم های فاسدی هستن، من نمیگم اینو، مسلم بدائل در درون خود نظام تشکیل میشه در همه نظام ها، و بنابراین این احتمال به نظر من کاملا وجود داره که بعد از آقای خامنه ای ولایت فقیه از بین بره. یه دلیل عمدش هم اینه، الان ببینید آقای رفسنجانی، ناطق نوری و روحانی، اینا در یه جبهه قرار گرفتن و تلاش میکنن کنترل خبرگان رو به دست بگیرن، اون طرف هم مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی و احمد جنتی، اون مجموعه هستن، مجموعه که به هر حال بیشترین نفرت از جان مردم نصیب اوناست. سپاه هم در این وسط به دنبال این کسب موقع و امتیاز برای خودش هست. این دستبندی ها در حقیقت نتایجش ممکنه بلافاصله بعد از
غیبت آقای خامنه‌ای که حالا نمیدونیم که اتفاق میفته ظاهر نشه، ولی کلا من بوی الرحمن رژیم رو از حالا میفهمم. یعنی اصلا دارم میبینم قیافه شبیه اون بیمار سرطانی رو به مرگ که 10 بارم شیمی درمانیش کردن، کل نظام رو میگم و درست بشو نیست، تمام این جبروت و قدرت پوشالیه. یعنی آدم حس میکنه یه سوزن بزنه به پیکر نظام این باد فورا میخوابه. در همین تظاهرات زنان در اعتراض به جنایت اسید پاشی شما ملاحظه کردید دیگه نیروهای انتظامی و امنیتی و غیره برایی سابق رو ندارن، چون خودشون هم میدونن چقدر بی آبرو و مورد نفرتن. اینه که من امیدوارم، البته در این حال یه نگرانی هم در پس ذهنمون است، همونطور که دکتر سازگارا هم گفت که یه دفعه غیبت حضرت آقا باعث فروپاشی و به هم ریختن و در نتیجه آشوب در سرتاسر کشور بشه. آرزو میکنم افراد وطن پرست در نیروهای مسلح به ویژه در ارتش ما که تا کنون خوشنام خودشو نگه داشته و آلوده این بازی ها نکرده، اینا متوجه مسئولیت های سنگینشون باشن. البته خب خلای قدرت، چون موزاییک قدرتی که در تهران هست و هیچ کس صاحب 51% قدرت نیست و آقای خامنه ای به عنوان بلندگوی جناها هم متناوباً استفاده میشه، این نگرانی ها رو پیش میاره و قدرت سیاسی در کشوری مثل ایران با وضعیت منطقه نمیتونه برای ساعت ها در هوا باشه، چرا که وسوسه خواهند شد همه برای تصاحبمون و درگیری های داخلی. اما ایران سرشار هست از چنین وضعیتهایی و در این وضعیت ها به گذشته که آدم نگاه میکنه مسیری پیدا شده از درونش که به سود مردم بوده و جریان مردم و نه با آدم های حتی مثل کسانی که در این حکومت بودن، رفسنجانی یا بقیهشون یا هر چی که هست. و هر حال مردم راهی رو پیدا کردن برای آینده خودشون. تاریخ ما اینو سرشار از این مثال ها هستش، چه در زمان پس از مغول، پس از حملات تیمور و بقیه. آقای سازگارا، والا ایران شاید بین تمدن‌های قدیمی تنها کشوری باشه که در تاریخش بارها صدمات بزرگ خورده، متلاشی شده، حتی تسخیر شده، ولی با کیفیت عجیبی ایرانی‌ها یکدیگر رو پیدا کردند و ایران سرافراز و یک پارچه باقی مونده. این رو من هم شکی درش ندارم، یعنی صدماتی در طول تاریخمون داشتیم، ریز و درشت، بزرگ و کوچک، که اجداد ما خیلی خوب اون رو از سر گذروندن. تمام مسئله آقای چالنگی این است که چه باید بکنیم امروز، چاره اندیشی بکنیم برای فردا که حداقل خسارت به ایران و ایرانی وارد بشه. من شخصا خودم فکر میکنم بدیل درست نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه آقای خامنه ای، این باندهای جنایتکار و فاسد که مثل گروه های مافیایی حاکم هستند، فقط و فقط تنها بدیلش مردم ایرانن، حاکمیت ملت ایران. و برای تشکل ملت ایران، قدرت رو به بیقدرتان، به قول واسلاو هاول، برگردوندن، به مردم باورمند بشن به اینکه قدرت اصلی دست اونهاست، امروز باید چاره اندیشی کرد. و این چاره اندیشی امروز تقویت جامعه مدنیه، ایستادن در برابر زورگویی هاییست که همین خانم نرگس محمدی که صحبت شجاعانه ایشون رو شما پخش کردید، الان دادسرای اوین احضارش کرده و به قول معاون وزارت ارشاد گفته بود این مجلس شورای اسلامی برای ساپورت پوشیدن خانوما فوری طرح آمران معروف و ناهیان از منکر درست میکنه، اما در مقابل رشوه و دزدی و فساد و غیره ساکته. انگشت گذاشتن روی این بخش هست. من مرتبه گذاشتم به تلخی گله کردم از پاره از دوستان موسوم به اصلاح طلب که در این روند و فرایندی که فرزندان شجاع مملکت در زندان ها و بیرون از زندان ها
در داخل کشور و خارج کشور سعی میکنن تشکل یک پارچه مردم رو در مقابل حاکمیت جور و استبداد شکل بدن، تا حدی چوب لای چرخ این روال میگذارن و تصورشون این است که آقای خامنه‌ای حالا ظرفیت دموکراسیش کم بوده، اشتباه کردن، الان برن بیشتر سرشون رو به زیر بگیرن، مداهنه ایشون رو بگن، بلکه یک سهم کوچکی از قدرت مثلا در انتخابات آینده دل آقا به رحم بیاد بهشون بده. من شروع کردم استراتژی گردن کج، گردنشون رو کج کنن بلکه دل آقا به رحم بیاد، و این مسیر غلطی سای چالنگی و بیش از هر چیزی احتیاج در مقطع کنونی به اتحاد نیروهای آزادی خواه و قائل به حاکمیت مردم که بتواند خلأ واقعی قدرت رو پر بکنه و نیروی پوفنده مردم بتواند که کاری بکنه که حداقل خسارت به کشور وارد بشه در فعل انفعالاتی که آدم به چشم میبینه در کمین کشور. آقای نوری‌زاده، صحبت از این شد که بخشی از این پول ها و البته بخشی و نه تمامش، چون اینا میتونن بگن ما داریم کمک میکنیم به جنبش های اسلامی، واقعا اینطور نیست، کمک های بسیار زیادی میکنن و غیر لازم، چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است. بخشی از این پول ها خب میره برای حزب الله لبنان، برای گروه های دیگه و در عراق مناطق دیگه. این کمک هایی که میشه به حکومت سوریه و بقیه جا، واقعا چند اندازه به نفع ایران، مردم ایران و حتی به نفع همین ها هستش که در کوچه و خیابون به نفع حکومت خانواده های اینها هست که شعار میدن، سیاهی لشکرهای تظاهرات و بقیه، چقدر؟ ببینید آقای چالنگی، یک کشور مقتدر تقریبا مصالحش رو باید بتونه حفظ بکنه. یک کشور مقتدر منطقه‌ای مثل ایران دارای مصالحی است، باید برای حفظ این مساله حتی در جایی که اگر لازم باشه دست به سلاح ببره، اما حفظ این مساله با مداخله در امور لبنان و جلوگیری از انتخاب رئیس جمهوریش، این به عنوان مصلحت ملی ما نیست، بلکه لعنت و نفرین و ناسزا برامون میاره. در یمن الان این بازی که حوثی‌ها را انداختن، دو سوم مردم یمن عصبانی‌اند، سر کار نمیرن، دانشگاه نمیرن، یه مش پابرنه حوثی با تفنگ را افتادن تو خیابون، قاط اون ماده مخدر یمنی تو دهنشون و مشغول آزار و اذیت مردمن با عنایات مقام معظم رهبری. همین بساط تو عراق داریم، نگاه کنیم چرا در برابر داعش نیروهای داوطلب پیشرفت ندارن؟ برای که شیعن تو مناطق سنی نشین که رفتن، اگه یه جا هم آزاد بشه خود اینا میشن بلای جون مردم و خود اینا بدتر از داعش با مردم سنی رفتار میکنن. رژیم جمهوری اسلامی مصالح عالیه ایران رو به خطر انداخته. یه مورد دیگه مسئله اسرائیله. ما چه دشمنی و عداوتی با اسرائیل داریم؟ نه منافع مشترک داریم، نه مصالحمون با هم در خطره، نه هم مرزیم. کشورهای عربی هم مطابق طرح صلح ملک عبدالله پذیرفتن اگر اسرائیل به پشت مرزهای 6-5 جوهنشسته هفت بره، اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. در واقع این سرسختی آقای ناتانیاهو دست راستی هاست که صلح رو به عقب انداخته، ولو کل ملت فلسطین هم اینا پذیرفتن. اما جمهوری ولایت فقیه میره در اونجا پول خرج میکنه که این مصالحه بین حماس و فتح به نتیجه نرسه، دوباره جنگ و خونریزی را بیفته، دوباره آقای رمضان شله میره ایران، آقای محمود زهار یکی کیف پول میدن دستشون و اینا بر ضد مصالحه ملی ماست. مصلحت ملی ما این است که ما بهترین روابط رو با همسایگانمون داشته باشیم، ما نزدیکترین روابط رو با ایالات متحده داشته باشیم، نه اینکه روسیه رنگ پیژامه آقایونم تو بیت و جاهای دیگه بدونه. اینه که من بر این باورم آنچه رژیم جمهوری اسلامی داره میکنه بر ضد منافع ملی ماست، بر ضد مصالح ملی ما و در نهایت بر ضد استقلال و حاکمیت ملی ماست. و در یه همچین شرایطی آقای سازگارا که مذاکرات 5 به اضافه 1 ادامه پیدا میکنه اواخر
تاریخ تعیین شدن نزدیک است. آیا اعتماد جامعه بین المللی غیر از منطقه، یعنی پنج به اضافه یک دست کم جلب شده نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی، آیا به توافقی نزدیک شدن میشن؟ این تقریبا اصلی ترین سوالی است که آقای چالنگی این روزها در محافل سیاسی مختلف اروپایی و امریکایی مطرحه. الان بخش دیگه ایست که سایه انداخته بر مذاکرات هسته‌ای ایران و آقای اوباما پریروز ایشون بعد از انتخابات امریکا اعلام کرد که ایران باید که مطمئن بشه جامعه جهانی که مسیرش سلاح هست مسئله. ایشون تصریح کرد که من قرارداد نبندم با ایران بهتر از این است که قراردادی به بدی بسته بشه، و البته قولم داد که اگر توافق خوبی با ایران برسن کنگره امریکا رو که الان دیگه کلن در اختیار حزب دموکرات نیست قانع خواهد کرد. اما در مورد مشکلاتی که داخل قرارداد و سر میز مذاکره هست اگر بفرمایید بعدا بیشتر میتونیم صحبت. حتما به این مشکلات خواهیم پرداخت. اما آینده مذاکرات اتمی رو تفسیر آقای نوریزاده رو میشنویم. آیا اعتماد لازم، درصد لازم اعتماد تا این مرحله جلب شده نسبت به حکومت ایران بر سر میز مذاکرات؟ گمان نمی کنم آقای چالنگی. الان در همین امریکا که من هستم نگاه میکنم، تلویزیون ها و رسانه های خبری رو دنبال میکنم و یه حس بدبینی وجود داره. به معنای دیگر همون حرفی که آقای جان کری میزنه که چندان امیدوار نیستم، این وجود داره. الان هم طبیعتا نگاهی به تیتر روزنامه های ایران نشون میده که اینا فکر میکردن آقای اوباما در واقع دستا رو برده بالا، تسلیم شده و هرچی اینا ناز بکنن نازشون رو میخره، در حالی که اینطوری نیست. و عملا هم دیدیم آقای اوباما هم یک خط قرمزایی رو مشخص کرده. حالا در واقع همونطور که باز روزنامه های جمهوری اسلامی عنوان کردن، اوباما ضربه سنگین رو متحمل شده. الان در موقع بستن قرارداد هیچ جای گذشت وجود نداره. یعنی آمریکا الان صحبتی که هست، اگر خیلی خیلی جنراسیتی و بخشندگی به خرج بده روی 4000 سانتریفیوژ توافق بکنه، نه بیشتر. نمیدونم، من فکر میکنم در آخرین لحظه جمهوری ولایت فقیه چاره و گزیری جز پذیرش نخواهد داشت، چون واقعا وضعشون بده و آقای روحانی حیثیت و اعتبار و همه چی خودشو در گروه این قرارداد گذاشته. آقای سازگار به تو کوتاه بفرمایید، آقای اوباما گفته اگر به اصطلاح دیل درستی برسیم یا هر چی که هست من کنگره رو متقاعد میکنم. واقعیت امر همون چیز دیگه است. کنگره الان اکثریت جمهوری خواه فیروز شد به خاطر اینکه اکثریت مردم آمریکا اعتماد خودشون رو به سیاست های اوباما از دست داده و عملاً اکثریت کنگره به این دلیل به دست جمهوری خواه افتاد که مردم آمریکا میخواهن از طریق کنگره، مجموعه نمایندگان و سنا، آقای اوباما رو متقاعد کنن که این سیاستی که در برابر ایران پیش گرفتی بسیار سیاست غلطه، حتی ضد مساله آمریکا و مردم ایران هم هست، چون در این سیاست اصلا مسئله حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران اصلا نادیده گرفته شد. در سیاست کجدار و مریض و مماشاتی که آقای اوباما گرفت در برابر حکومت ایران، برخی از دموکرات ها حتی با جمهوری خواه در این زمینه همراه هستن. بله، پیامداشو چه میبینید با توجه به این موضوع؟ ببینید، حزب جمهوری خواه در این انتخاباتی که تمام نمایندگان مجلس نمایندگان هر دو سال یک بار انتخاب میشن و مجلس سنا یک سومش انتخاب میشه، پیروزی بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفت به دست آورد. تقریبا اکثریت که در مجلس نمایندگان داره از جنگ بین الملل دوم تا الان بی‌نظیره و در مجلس سنا هم 52 کرسی بهش اکثریتی داده که دیگه آقای میچ مک‌کانل میشه رئیس مجلس سنا و
از جمهوری خواه خواهد بود و دیگه مثل آقای حریریدی نمیتواند به زور ریاست جلوی طرح یک لایحه رو بگیره. مضاف بر اینکه در مسئله ایران قبل از این هم دو طرف راه رو به اصطلاح هر دو تا حزب بسیار متحد هستند. گاهی اوقات نمایندگان حزب دموکرات تندتر از جمهوری خواه هستند. آقای چاک شومر مثلا سناتور دموکرات نیویورک یا آقای منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا با وجودی که از حزب دموکرات بودن مواضعشون اصلا دست کمی از مواضع آقای مکین یا لینزی گرام و غیره نداشت از حزب جمهوری خواه. به همین دلیل من شک دارم که آقای اوباما اینطور راحت میگه با کنگره توافق خواهد کرد بر سر تحریم های ایران، برای اینکه ببینید آقای چالنگی تحریم هایی که الان علیه ایران هست یک بخشش در شورای امنیت سازمان ملل، یک بخشش دولت امریکا و اداره خزانه داری علی رأس صادر کرده، یک بخشش بزرگیش مصوبات کنگره امریکا رو داره و یه بخشش اصلا بیرون از همه ایناست. مثلا سویفت کد رو، کد جابجایی پول بانکی رو، اصلا بانک‌های خصوصی قراری است که بین خودش بوده و خودشون تصمیم گرفتن بستن و این بخش‌ها اتفاقا جاهایی است که اون مطلبی که دکتر نوری‌زاده بهش اشاره کردن ریشش در واقع توی دشمنی است که ایران با اسرائیل داره و نفوذ یهودی هاست در بازار تجارت و بازار بانکداری دنیا. به این دلیل به نظر من برداشتن تحریم ها که ایران این روزها میگه بعد همه رو یک جا بردارید خواب و خیاله. حتی قدم اول برداشتن تحریم بانکی هم که ایران میگه اگه قراره پله پله بردارین اول تحریم بانکی رو بردارید، این هم به نظر من خواب و خیال عملی نیست و آقای اوباما هم نمیتونه قولهای عجیب غریبی بده، ضمن اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم ندادند. یعنی اینطور هم نیست که دیگه حالا دولت اوباما خیلی هم حال و هفشنبه باشه سر میز مذاکره، خیلی هم واداده باشه. به هر صورت ماجرا الان گیر کرده، به خصوص اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف بوده 5 گزارش رو به 5 به اضافه 1 بده و آقای آمانو اظهار نظر کرد که دو مورد حساس رو، آزمایش‌های انفجاری و مسئله شبیه سازی انفجار هسته‌ای در کامپیوتر رو ایران اصلا جواب نداده و همکاری نکرده. بنابراین به احتمال زیاد تا 24 نوامبر اینها اگر ایران کوتاه نیاد در طی این دو هفته ماجرا باز تعلیق میشه و میفته به یه دوره دیگری از مذاکره، البته اونایی که توافق شده اعلام خواهد. آقای نوری‌زاده به نظر میرسه این سوال رو البته این موضوع رو قبلا هم پیشتر مطرح کردیم در برنامه های دیگه، ولی همچنان به نظر میرسه که دولت آقای حسن روحانی فقط مأموریت یافته از طرف آقای خامنه‌ای یا هر کس دیگه درباره مذاکرات اتمی، چون مسائل داخلی آنچنان مورد توجه این دولت نیست، کما اینکه اعدام‌ها همینطوری افزایش پیدا کرده، گرانی به هر حال اگر در مواردی مهار شده در یه مواردی باز رو به افزایش داشته، مسائل دیگه. اما پرسش این هست در حاشیه همین موضوع که چه جنا یا چه کسانی در جمهوری اسلامی نمیخوان این مسئله اتمی حل بشه و چرا؟ خیلی طبیعی سای چالنگی، اون بخشی که در این سالها منتفع شدن از معاملات پنهان، از معاملات قاچاق، از دولا پهنا حساب کردن، از یک پیچ و مهره 2 سنتی رو 5 دلار خریدن، اینا خیلی ناراحتن. در این حال شعار مرگ بر آمریکا و این دشمنی با آمریکا، عداوت با آمریکا، یه چیزی است که در بستر این نظام بوده. آقای خامنه‌ای خودش علاقمند به اینه و بعدم KGB داره اینا رو در همه عرصه‌ها به این ترغیب میکنه به ادامه این شعار و ادامه این سیاست. آشتی با جامعه جهانی هدف آقای روحانی است، اما بالمعال این هدف آقای خامنه‌ای نیست. آقای خامنه‌ای فقط میخواد از مزایاش بهره مند بشه، این مجازات ها برداشته بشه
از دید آقای خامنه ای جمهوری ولایت فقیه دست و بالش بازتر بشه که بیشتر بتونه مداخله کنه و انقلاب نکبتبار رو صادر کنه. اما کاملا حرف شما درسته، دسته هایی در سپاه، در دستگاه امنیتی و در بیت رهبری هستن، اینا به هیچ وجه نمیخوان توافقی صورت بگیره، چه اونایشون که به دنبال رویای کره شمالی کردن ایرانن و فکر میکنن یه بمب هسته‌ای رژیم رو تا ظهور حضرت تضمین میکنه، و یه عده‌شون هم که مسئله منافع اقتصادیشونه، منافع حقیر سیاسیشونه، که ترجیح میدن ایران در بسته باشه، در حالت عزلت باشه و با جامعه جهانی همکاری نزدیک نداشته باشه. آقای نوری‌زاده، شما به این نکته اشاره کردید، من برای بینندگان توضیح بدم که KGB که آقای نوری‌زاده اشاره کردن، منظور سازمان اطلاعاتی روسیه است که بیشتر در زمان شوروی سابق این اسم رو برش عنوان میشد و منظورشون مسکو هست. اشاره کردید که دخیل هست، یعنی این اشاره در برگیرنده این موضوع است که ایران در شرایط فعلی به یکی از کارتای روسیه تبدیل شده در عرصه بین المللی، منظور این هست یا؟ کاملا کاملا آقای، نگاه کنید شما، رژیم در واقع فکر میکنه داره از روسیه استفاده میکنه، این روسیه است که داره استفاده میکنه. ببینید الان روسیه کنترل سوریه رو در دست داره، جمهوری اسلامی هم اونجا یه سلسله برنامه‌هایی رو پیاده میکنه، جان بچه های ایران رو به خطر میندازه و به هر حال مردم سوریه رو به کشتن میده، و همینطور در عراق روسا قشنگ دارن با جمهوری اسلامی بازی میکنن، در تمام شؤونات کشور ما حضور دارن. مقوله استقلال یه داستان بیمعنا و خنکی است که اصلا هیچکی رو فریب نمیده. کجا با مستقلیم؟ قبلا اگه تعدادی کارشناس آمریکایی روی قراردادی بودن، الان روسا تا اتاق خواب آقایون رو رفتن و همه جا حضور دارن، وصیت پتر کبیر هم در حد پوتین سرباز با آب زدن نه، زنا و مردای روسا دارن تو آب خلیج فارس شنا میکنه. منظورم اینه که اینا هستن، بعد کره شمالی هم هست، بلاروس هم هست، تمام چین هم هست، استقلالی در ایران وجود نداره. کدوم تصمیم آقایون خودشون میگیرن؟ به هیچ وجه. مسکوه که براشون تصمیم میگیره و این آقایون هم مثل ابزارش پیاده میکنن. من یاد یه حرف میفتم، علم مینویسه در خاطراتش یه جا اشاره میکنه که بله، دیروز نامه اومده بود از آمریکا در رابطه با روحانیون که ظاهرا از طریق آقای یزدی شکایتی کرده بودن از شاه. شاه برگشت گفت آره، اینا فکر میکنن اگه ما بریم آخوندا بیایم اوضاع خوبه، نمیدونن این آخوندا میرن با روسا هم دست میشن علیه خودشون بلند میشه. حالا این مال مثلا سال 48 و 9 ایناست. منظورم اینه اون زمانم مشخص بود که آخوندا سرشون به کدوم آخر وصله. کتاب فروشی آقای خوئینی ها در بغداد مرکز حزب توده بود، و بنابراین میخوام بگم متاسفانه چیزی به نام استقلال وجود نداره و سیاست های کشورهای دیگر رو و مسائل کشورهای دیگر رو این آقایون مأمور اجراش هست. اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی و در دوره نخست وزیر، آقای نوری‌زاده اشاره کرد پتر کبیر وصیت‌نامه‌اش آقای نوری‌زاده برای دست یافتن به آبای گرم خلیج فارس بود نه؟ آقایون اینای این روسایی که اشتباهی رفتن به وصیت پتر کبیر عمل نکردن چی؟ مجازات خواهند شد؟ اما آقای سازگارا خیلی ها بر این نظر که نه، بر اساس اطلاعاتی که هست میگن، معتقد این مسئله و این موضوع رو مطرح میکنن که این آمریکا ستیزی، غرب ستیزی که همچنان در این حکومت هست، آقای نوری‌زاده به نقل از آقای علم اشاره کردن و دیده میشه، این آمریکا ستیزی همچنان سکانش در دست حزب توده است، افرادی که پشت ریش و پشم‌های اسلامی پنهان شدن و در دستگاه حکومتی مشغول کار هستند. بله، والا نمیدونم حالا به صورت تشکیلاتی ما حزب توده رو هنوز فعال داشته باشیم یا نه، به عنوان حزب، به عنوان افراد مجزایی که همچنان به آرمان‌های وفادار هستند.
دقیقاً، یعنی این موضع ضد غرب، ضد امریکا، ضد سرمایه‌داری، چپگرایی که میراث حزب توده بوده کاملاً در بین افرادی هست و من هم مثل آقای دکتر نوری‌زاده کاملاً بدبینم که پاره از اینها بیش از اعتقاد فردیشون بوده باشه، بلکه رسماً جاسوس و مزدورهایی باشند که کشور رو به سمت و سوی سیاست‌های روسیه هدایت کنند و راه ببرند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. در دقایق پایانی سخنی داریم درباره نامه پنهانی آقای اوباما، پرزیدنت اوباما، برای آقای خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای، رهبر حکومت فقیه در ایران. تا لحظات دیگر. متاسفانه در همین فاصله هم ارتباط ما با آقای نوری‌زاده در کالیفرنیا قطع شد. امیدواریم در برنامه‌های آینده به طور مفصلی درباره پیامدهای نامه محرمانه آقای اوباما برای آقای خامنه‌ای، رهبر حکومت فقیه در ایران، در برنامه‌های آینده به طور مفصل گفتگو کنیم. اما نکاتی هست در این زمینه که من به طور فشرده به اونها اشاره می‌کنم در دقایقی که در پایان برنامه داریم. در کمتر از 24 ساعتی که فاش شده فرستادن چنین نامه، خبرها رو قطعا دارید، اطلاعات درباره این نامه رو دارید، بسیار زیاد هم هست در این کمتر از 24 ساعت تمام خبرگزاری ها مطرح کردن. نیاز به وقت بیشتری داره برای پرداختن به پشت پرده این نامه ها، چه تلاش هایی بوده، چه هدف هایی بوده و چه پیامدهایی در عرصه داخلی سیاست آمریکا داشته و چه پیامدهایی در روابط آمریکا با متحدانش داشته. در این کمتر از 24 ساعت صحبتها، تفسیرها بسیار زیاد بوده، انتقادها بسیار زیاد بوده. انتشار این نامه، افشای این نامه درست حدود 24 ساعت پس از اینکه کنگره آمریکا به دست جمهوری خواهان افتاد، معنای ویژه‌ای پیدا کرد، شاید از طرف برخی به عنوان نخستین ضربه بسیار محکم بر اعتبار آقای اوباما توصیف شد. هم از این نظر که پرزیدنت اوباما صراحتاً پیشتر گفته بود، نه چندان دیر و دور، که هرگز ما با ایران هیچ نوع همکاری نظامی در برابر داعش نخواهیم داشت، اما این نامه خلاف اون رو ثابت میکنه و نشون میده. البته سخنگوی کاخ سفید مستقیما این موضوع رو نپذیرفت، رد کرد به طور مستقیم که به هر حال مکاتبات خصوصی رئیس جمهوری آمریکاست با رهبران کشورهای دیگه، ما اینها موضوعاتی است که نمیشه به طور آشکار و تمام جزئیات رو گفت، زیر چنین پوششی از توضیح روشن خودداری کرد. از انتقاداتی که متوجه پرزیدنت اوباما شده و کاخ سفید این که متحدان عرب و همینطور اسرائیل و متحدان اروپایی آمریکا در جریان چنین نامه‌ای نبودند و چنین تمایلی در کاخ سفید. گفتم وقت ما کم هست، متاسفانه میبخشید، مسائل دیگه‌ای بود بهش پرداختیم و این نامه و پیامدهاش حتما در برنامه های آینده بیشتر و بیشتر بهش خواهیم پرداخت. با سپاسی دوباره از آقای نوری‌زاده که ارتباط ما با ایشون قطع شد متاسفانه در دقایق آخر، و سپاس از آقای محسن سازگارا که در برنامه جمعه آینده امیدواریم هر دو با ارتباطی برقرار در تفسیر خبر با من و شما باشه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، آسماری، الوند، کوه، کوهساران دراگ، تفتان و تابشان،
برات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.